به نام خدا و سلام و خسته نباشید به همه. مریضی که معرفی میکنم یه پسر 11 ساله است که با شکایت اسهال و استفراغ اومده بود. به این صورت که بیمار ما یه پسر 11 ساله بود که از روز شنبه، یعنی 7 روز پیش، دچار دل درد و اسهال شده بوده. اسهال بیمار یه دفعات زیادی داشته، در حد 10-15 بار در روز. آبکی بود ولی حجمش کم بود، خون یا مکوز واضح نداشت. این دل دردش بیشتر به صورت کرامپ و تنسموس بوده، ارجحیتش به ناحیه پریامبیلیکال بوده و همینطور توی رایت لورکیو و لفت لورکیو هم درد داشته. ماهیت کولیکی داشته، یعنی آن و آف می شده، انتشار به جایی نداشته، با غذا خوردن ارتباطی نداشته و شدتش متوسط بوده. بعد از اینکه دل درد و اسهال شروع شده بوده، تهوع هم پیدا کرده بوده و روز مراجعه هم بعد از اون تهوع استفراغ هم پیدا کرده بوده که دو نوبت بوده، غیر خونی بوده و غیر صفراوی و غیر جهنده. در سیر این علائم تب هم داشته بوده. روز قبل از مراجعه در منزل تب 38 درجه رو خودشون با دماسنج جی وی اندازه گرفته بودن. ایندکس کیس با علائم مشابه نداشته، ولی روز قبل از اینکه اسهال شروع بشه، یعنی روز جمعه قبلی، غذای مشکوکی استفاده کرده و به سالاد و لوبیا که میگفت پدر و دایش هم از اون استفاده کرده بودن و اونا هم بعد از اینکه استفاده کردن از اون یه تب و اسهال خفیفی پیدا کرده بودن. کاری که تا الان قبل از مراجعه کرده بودیم بود که یه نوبت درمانگاه محلی خودشون مراجعه کرده بوده، تحت درمان با سرم قرار گرفته بوده و ضد تهوع. یه نوبت هم روز بعدش یه دونه قرص سفیکسیم 400 دریافت کرده بوده که بعد از اون اونو خورده علائمش میگفت بهبودی پیدا نکرده بوده و اتفاقا تهوعش بیشتر هم شده بوده. ایشون بلوتینگ یا نفت نداشتن، سویلینگ یا اینکه حالا بدون اختیار خودشون اسهال داشته باشن نداشتن، علائمی از تشنج نمیدادن، حجم ادرارشون کم شده بوده و موقع اومدن بی حال بودن، بی اشتها بودن، آتشی داشتن ولی سردرد نداشتن. خب تو پس مدیکال هیستوریشون ایشون سابقه بیماری خاصی رو ذکر نمی کرد، فرزند 2 از 2 بودن، حاصل MDD، بدون عوارض بارداری و زایمان، سابقه بستری نداشتن، واکسیناسیونشون کامل بوده، تا الان تکاملشون نرمال بوده، قدشون رو اندازه گرفتیم 137 می شد که برای پسر 11 ساله بین صدک 10 تا 25 بود، وزنشون 32 کیلو بود که باز برای پسر 11 ساله صدک 25 می شد. دارک هیستوری نداشتن، آلرژی نداشتن. توی معاینه یک کودک هوشیار و اورینته بودن، بیحال بودن، ایل بودن ولی توکسیک نبودن، قلب و ریه‌شون رسم مشکلی نداشتن، علائم حیاتیشون به این صورت: فشار خونشون 100 به روی 65 بود، هارتریتشون 120، یه مقدار تاکیکاردی داشتن، ریسپیریتوری ریتشون 14 بود ولی تب نداشتن، اون چیزی که ما اندازه گرفتیم چیه 36.8 بود. نبض هاشون پر و قرینه بود، نبض های دیستالشون هم لمس می شد، مخاط دهنشون خشک بود، اشکشون یه مقدار کاهش یافته بود، کپیلر ریفیلشون توی دستاشون نرمال بود، در حد هم 1 تا 2 ثانیه، ترگور پوستیشون نرمال بود، راش یا زایه پوستی نداشتن، بدنشون کتشی پرفوران نداشت، چشماشون گود افتاده نبودن، پیل یا ایکتیف نبودن، شکمشون نرم بود، یه تندرنس خفیفی تو ناحیه پریامبیلیکال داشت ولی دیستانسیون نداشتن، ارگانومگالی نداشتن و گاردینگ هم نداشتن. و همراهشون روزی که مراجعه کردن به درمانگاه یه سری آزمایش داشتن که توی اون وایس بی سی شون 8200 بود، با پلیمورفونوفل 65% و لنفوسیت 25، هموگلوبین 14.2 داشتن، پلاکت 172، یه سول اگزمی همونجا همراهشون داشتن که توش وایت بی سی منی گزارش شده بود و آر بی سی در حد 20 تا 30 تا، یو آشون اس جی 25 داشت و پرهاش 5. خب با این علایم، یعنی که یه پسر 11 ساله که با اسهال و استفراغ و با دلدرد و اسهال و بعدش تب و استفراغ اومدن با این پرابلم لیست،
تشخیص های دیگه به جز خود مشکلات گوارشی خیلی کم برای ما مطرح می شود. حالا تشخیص هایی که می تونه مثلا یه بچه کوچیکتر باشه، مثل عفونت ادراری، عفونت CNS یا مثلا اوتیت مدیا، با توجه به این سیر علائمشون که یه سری علائم مشخصی داشت در طول این 7 روز فقط علائمشون محدود به سیستم گوارشی میشد، کمتر برای ما مطرح میشد. همینطور فکر میکنم تشخیصهای گوارشی دیگه مثل حالا آپاندیسیت یا اینتوساسپشن که میتونه اولش با یه اسهالی حتی خونی مراجعه کنه، باز اینجا با این سیر علائم که 7 روز بود که فقط اسهال داشته بودن و حالا دل درد خفیفی، کمتر برای ما مطرح میشد. ما تشخیص رو با همون اینتریشن گاسترو آنتریت بستریشون کردیم. علایم اسهالشون می‌بینیم که حالا دو نوع داریم، اسهال ترشحی و التهابی. با توجه به اینکه ایشون حجم اسهالشون خیلی زیاد نبود، بیشتر دفعات دفعشون زیاد بود، اینکه یک کرامپی داشتن و اینکه دلدرد داشتن، خب بیشتر به سمت اسهال التهابی که مربوط به کولون باشه پیش می‌رفتیم. ضمن اینکه حالا یه شرحی از این مصرف غذای مشکوک اولویه داشتن که حالا ارگانیسمی که حالا اونجا بهش مشکوک میشیم یا میتونه سالمونلا باشه که مثلا توی تخم مرغ مرغش باشه، یا میتونه مثلا حالا شیگلا باشه که توی مایونزش هست. دوتاشون حالا اسهال التهابی و دیسانتری میدن. اون اسهال آبکیشون یه مقداری به سمت اسهال ترشحی میره، ولی حالا همون شیگلا هم فکر میکنم بتونه در اول سیرش اسهال آبکی بده. خب حالا ما ایشون رو بستری کردیم به علت اینکه هم موقع که اومده بودن با توجه به این علائمشون که هم تاکیکاردی داشتن، هم بیحال بودن، آتش داشتن و اینکه تب و استفراغ هم داشتن و تحمل پیو رو به طور کامل نداشتن، بستری کردیم تا درمان مایع درمانی وریدی براشون شروع بشه. اولویت اصلی هم مالش اسهال التهابی باشه چه اسهال ترشحی باشه، فارغ از میکروارگانیسمش، همینه که مایع درمانی وریدی براشون شروع بشه. با توجه به اینکه ایشون تحمل خوراکی داشتن، ما همه سرم مینتننس رو براشون نذاشتیم، در حد یک سرم نصف مینتننس براشون گذاشتیم و با توجه به این سکول اگزمی که داشتن که علارغم این که اسهالشون اسهال خونی واضح یا بلغمی واضح نبود ولی آر بی سی منی داشتن و آر بی سی 20-30 داشتن و وایت بی سی منی، دوباره اینجا ما براشون یه سکول اگزم علاوه بر روتین یه سکول اگزمی درخواست کردیم و یه سکول کاشر که جوابش به این صورت اومد که حالا آزمایش هایی که در سیر بستری داشتن وایت بی سی در حد 6300 با پی ام ان 65% و لنفوسیت 19، پلاکت 192000، هموگلوبین 14.2، ESR 27، CRP 38، PUN 45، کراتین 19، سدیم 141، پتاسیم 4.7، کلسیم 9.5، فسفر 5.8، منیزیم 2.7، براد کاشر 2 نوبت منفی، یورین کاشر منفی، توی یو آشون ST 1025 بود، وایت بی سی 2-4 تا، آر بی سی هم 2-4 تا، ولی باکتری نداشتن و بقیه آزمایش نرمال بود. توی سکول اگزم اینجا وایت بی سی در حد 8-10 بود و آر بی سی در حد 1-2. حالا اگر سوالی باشه. خانم دکتر شما کی مریض رو دیدی؟ روز چهارشنبه که ایشون تازه از درمانگاه کارت گرفته بودن بستری شده بودن. شما همون موقع دیدیش؟ مریض به نظرم دهیدره بود. بله دهیدره بود، بیحال بود، هوشیاریش مختل نبود، چشاش دود افتاده نبود، ولی هم مخاطاتش خوش بود، هم اشکش کم بود، هم ادرارش کم بود، یا آتش شدیدی هم داشت. نه اصلا یه جورایی بدحال به نظر می اومد، یعنی مریضی نبود که بشه با درمان خوراکی درستش کنی. و از درمانگاهی که درمانخونهشون دیده بودن سفیکسین براش گذاشته بودن، در حالی که اولین دارو نیست، یعنی فرست لاین درمان سفیکسین نیست، خیلی هم خوب جواب نمیده، گرچه که تزریقیش خیلی خوب جواب میده، ولی خوراکی نسل 3 خیلی جالب نیست برای این مورد. بعد هم مریضی که استفراغ داره انتظاری نیست که درمان خوراکی بتونه جواب بده.
به هر حال که امروز که حالش خیلی خوب بود و مریض مرخص شد، ولی حالا اگر شما توی اولین آزمایش مدفوعی که داشتی، یعنی چیزی که دستش بود، فقط وایت بی سی داشتی، آر بی سی نداشتی، چه فرقی داشت با این؟ این تشخیص دو چجوری عوض میشد؟ خب اونجوری احتمالا به سمت اسهالای التهابی دیگه پیش میرفت، مثل مثلا حالا بگیم کمپیلوباکتر یا سالمونلا. ولی خب فکر میکنم درسته تو تشخیص های افتراقیتون گفتی سالمونلا، ولی اگه آزمایش اولش هم فقط وایت بی سی بود و آر بی سی ندیده بودی، اولین تشخیص میشد تو سالمونلا. ما تو اینجور موارد نیاز به درمان آنتیبیوتیکی نداشتیم، درسته؟ نباید آنتیبیوتیک میدادی اگه سالمونلا بود. ولی تو شیگلا این هایپرلوکوسیتوزی که داشت تو آزمایش های ما واقعا نداشت. 6300 تا بود. توی چیزی که کمکتون کنه باندمیه تو شیگلا، که بیشتر از 4% باندمی ممکنه که توی خون محیطی ببینی، بانسل که این نداشت. ولی خوشبختانه جواب داد. اصلا رنگ و روش امروز کاملا عوض شده بود، یعنی اون روز سبز تیره خیلی بد بود مریض، و به هر حال جواب داد. ولی الان اگه درمان رو کتاب نگاه کرده باشی، ببین درمان شیگلا رو روز به روز دارن کمش میکنن. الان کتاب فقط 3 روز درمان نوشته، کتاب ما نلسون، در حالی که مندل بزرگ سالا هنوز 5 روزش رو داره، دوره درمان رو کمش نکردن. و تو کتاب ما تفاوتی که داره، اولین درمان نسل 3 بود که الان برش داشتن گذاشتنش دومی، یعنی سیپرو رو گذاشتن اول، منتها تو مواردی که بشه خوراکی بدی سیپرو تزریقی رو نذاشتن. منتها این مریض چون تحمل خوراکی نداشت، ما با سفتیاکتون براش شروع کردیم، 3 روز گرفته بود، بعد از 48 ساعت باید دوباره بررسی بشه. من اگه مریض علائمش خوب شده بود همون درمان رو ادامه میدی، ولی چون امروز میخواست مرخص بشه دیگه، ما روی سفیکسیمی که جواب نداده بود و کتاب هم گذاشته آخر همه لیست، توی درمان های لیست دوم گذاشته، ما سفیکسیم رو بهش ندادیم دیگه، و به جاش سیپرو براش گذاشتیم. گفتیم 2 روز بعدی سیپرو، چون هنوز خیلی زوده که آدم به 3 روز درمان کنه، چون که شیگلا اگه خوب درمان نشه بعد از این فروکش کردن بیماری، یعنی مریض خودش خوب میشه ولی تا حدود 4 ماه 5 ماه ممکنه که تو جامعه پخش بکنه میکروب رو، به این دلیل باید حتما درمان بشه. خیلی ممنون، اگه سوالی هست من در خدمتتون.